روند کند واکسیناسیون در ایران و اقدام دیرهنگام برای تأمین واکسن کرونا نارضایتی هایی در میان افکار عمومی ایجاد کرده و مقام های حکومتی یکدیگر را به فساد در این موضوع متهم می کنند. با این حال خبر تزریق واکسن خارج از نوبت به برخی مقام ها و خانوادگان ها در فضای مجازی با واکنش های تند کاربران ایرانی روبرو شده است. گزارشی از شپل عباسی در این باره. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو یک روز پس از گزارش ها در خصوص ناپدید شدن بخشی از واکسن های وارداتی کرونا در صفحه توییترش نوشت هیچ واکسنی گم نشده است وی در اوایل هفته جاری موضوع تخلفات در مورد واکسن های وارداتی را تایید کرده بود نکته قابل توجه درباره تناقض گویی‌های های سخنگوی سازمان غذا و دارو این است که این سخنگو امروز در توییتر خود نوشت آن چه ظاهرا خارج از نظام سلامت مدت هاست گم شده صداقت برخی سیاسیون و حرف مستند و با حساب و کتاب است اگرچه سازمان غذا و دارو میگوید تا کنون 3 ,195 ,800 دوز واکسن کرونا وارد و تحویل وزارت بهداشت شده اما بر اساس موارد گزارش شده از داخل ایران هنوز گروههایی از افراد مسن و بالای 80 سال نیز از دریافت دوز اول واکسن محروم ماندند قبلا محسن دهنوی عضو مجلس شورا در توییتی خبر گم شدن دویست هزار واکسن کرونا را بر اساس آمار سامانه وزارت بهداشت اعلام کرده بود در گزارشی دیگر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز اعلام کرده که دو بیمار مبتلا به ویروس جهشیافته کرونا از گونه های شناسایی شده در آفریقای جنوبی و هند در این استان جان خود را از دست دادند او این اتفاق را زنگ خطر شیوع گونه های خطرناکتر کووید 19 در ایران دانسته است شپویل عباسی صدای آمریکا